اسطوره های ما همشون همینطور بودن. من حالا خود عباس نجادی اینجاست، من اگه بخوام بگم، بذار بگم این داستانو. رفتم دسول فرگو دادم به فرمانده پایگاه عباس عابدین بود. خب شما میدونید عباس عابدین علی شاگرد این گیلانی بود، بزرگواران. علی گیلانی بود اون روز. نه 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 نه، عباس عابدین بود. بله عباس بله. عابدین شاگرد این بزرگواران هم نمیشد، یعنی حتی دوره شاگرد جوان بود فرمانده پایگاه. یدالله خلیلی که حالا عباس میشناسه، کاظم میشناسه یدالله رو. یدالله خلیلی دلاور بسیار برجسته ایه. من هیچ وقت یادم نمیره که ایشون در اون روزی که ماموریت اشتری میخواست انجام بشه، هیچ کس هم راجع به این ماموریت ها صحبت نمیکنه، ایشون به اتفاق آقاسی بیک هم یکی از اون برجسته ترین دلاوران روزگار بود، اینا دو نفری رفتن چیتو رو بزنن. برای من یدالله خودش برای من تعریف کرد، گفت مکسیموم پرفورمنس F5 رو پرواز کردی. مکسیموم، ببین باید بری تو کتاب بشینی یک ساعت دو ساعت مطالعه کنی تا بتونی دراری، رفتی این بمب رو زدی تو کیتو، برگشتی تو فاینال چند لیتر بنزین داشته باشی که بتونی چند سوخت داشته باشی که بتونی سالم فرود بیای، امرجنسی فیول نشدی، نمیدونم از این صحبت ها. مکسیموم پرفورمنس یدالله یکی از اون برجسته ترین خلبانه، یکی اسطوره هایی که من شناختم. رفتم اونجا، عباس عابدین رو تخت بیمارستان بود، این فرق رو بردم دفتر بیجه، دستور داد بدنش به یدالله. دستور جانشینش هم فکر کنم افجار بود، نمیدونم زنده است افجار یا خدا، اگر زنده است خدا نگهدارش باشه، نمیدونم زنده است یا نه. این یدالله به من گفت که این کار کار میدونی ماموریت چی بود؟ دو تا سایت موشکی C-801 802 بود، بهش میگن چرم ابریشم میگفتن. این پدرسگ دائم کشتی های ما رو میزد، از تو دهانه خرموسا میزد تا برسه به نزدیکی های به بالاتر از الامیه و البکر. این میزد، گفت که این کار فقط از عباس نژادی برمی. من گمان میکنم اون روز تیمسار عباس نژادی ارشدترین افسری بود که در چیز بود، در پایگاه دستور میجنگید. گفت این کار فقط از عباس نژادی برمیاد، الانم بیمارستانه، الانم مریضه، من با دکتر میخوام برم صحبت کنم. حالا منم نشستم تو عملیات تا ببینیم نتیجه چی میشه، من میخوام برم با دکتر صحبت کنم رهاش کنه. اومد صحبت کرد، مثل اینکه راضی شدن و رهاش کردن، تیمسار عباس نجادی رو از بیمارستان رها کردن. اومدن رفتن، نمیدونم این منش کی بود، هر دلاوری بود خیلی کار درستی کردن. این دوتا رفتن، این دوتا سایت کنار دریاچه نمک بودن، نزدیک دریاچه نمک بودن، خیلی نزدیک به کویت، به صفان، به کویت، به اینجور جاها که خیلی خوب نشونه گیری میکردن کشتی ها رو. اینا رفتن این دوتا سایت رو زدن، طوری زدن که اسطوره اینا هم دیگه، طوری زدن که فردا سایت ها از اونجا جمع شد و رفت، یعنی اون چه که باقی مونده بود ارتش عراق اینا رو جمع کرد و از اونجا برد. بعدها ما برای زدن کشتی لویزوان و این چیزا خیلی مکافات داشتیم برای اثبات این که از طرف ایران نبوده، برای سازمان ملل متحد و اینا. این اسطوره ها خلبان های اسطوره اینطوری بودن، برای این که برن یه ماموریت رو انجام بدن تو چیز خودشون بالا و پایین میکردن، تو کابین خودشون بالا و پایین میکردن، حساب کتاب میکردن، با خدا صحبت میکردن. این جوونی که من دارم تو بینگم میبرم آدم بیگناهیه، این که تقصیر نداره. میبرم اونجا، اون بعد شما میدونید از سایت ها چقدر نگهداری میشد، چنان غافلگیر کردن که نه موشک شلیک شد نه گلوله پرتاب شد که اینا رو بزنه. زدن اینا مثل آب خوردن بود اگر غافلگیرانه نمیرفتن، اگر ماموریت افشا شده بود. خلاصه این داستان رستم و اسفندیار رو گفتم، این شعر زیبای فردوسی رو هم خوندم،
و یادی از استاد بزرگ، شهنامه پژوه بزرگ فریدون جنیدی کردم تا سخن در دست عباس یا در دست کاظم یا در دست شما.